عرض سلام به همه عزیزان، امیدوارم شاد و تن درست باشید در هر کجا که هستید. من یکی از فیچرهای اینستاگرام رو فعال کردم که خیلی بامزه است برای فصل زمستان و ایام کریسمس. تقریبا فکر کنم این گلهای بامزه است، خیلی این کار خلاقانه ایه. من فرناز هستم، به برنامه خودشناسی و خوددرمانی خوش آمدید. من برنامه رو 5 دقیقه کمی زودتر امروز شروع کردم. امروز برنامه 1 ساعت خواهد بود به دلیل یه سری کارها و امرجنسی هایی که بر من پیش آمده. یه چند تا یادآوری برای عزیزانی که میخوان ثبت نام در کلاس بکنن. کلاس بعدی حدود 3 هفته دیگه شروع میشه. از تلگرام یا واتساپ پیام بدید. شماره واتساپ و تلگرام من هست 925، اول 1 بذارید 1 925، 478-9470. آیدی تلگرام من برای پیام شخصی هست فرهناز جی 777. آیدی یوتیوب من هست فرهناز جی، صفحه فیسبوکم هست فرهناز جی، تلگرام عمومیم هست فرهناز جی 2016 و کانال دوم من هست فرهناز جی 2017. من راجع به یه مطلبی صحبت میکنم و بعد یه چند تا بلسینگ و یه هدایت به نور هم خواهیم داشت. این در این قسمت وقت زیادی برای جواب به سوال نخواهم داشت. عزیزانی که میخوان کتاب خواب من خریداری کنن یا وقت مشاوره میخوان یا میخوان در کلاس ترمی شرکت کنن، میتونید از واتساپ پیام بدید. لطفا وقتی که درخواست میدید یا پیام میدید اسم و فامیلیتون رو و اینکه ساکن کجا هستید رو هم عنوان کنید. اوکی. تاپیکی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم در مورد انتقال ترس هست. هم کلن ایجاد ترس و انتقال ترس های خودمون به دیگران. بایوگرافی؟ من گهگاهی یه چیزایی گفتم راجب خودم، ولی حالا شاید اگه وقت شد. در فکرم هست یه کتاب دیگه بنویسم، ولی اینقدر کتاب نوشتن اینقدر وقت و همت میخواد که هنوز فرصت نشده. خب راجع به انتقال ترس، این خیلی زیاد دیده میشه و من خیلی شاهدش هستم در مخصوصا تربیت کودکان یا در صحبت‌های بزرگسالان. و اینقدر این حالت عادت شده که افراد اصلا متوجه نیستن که دارن این کارو میکنن و یه دلیلش هم اینه که به خودشون آگاه نیستن، به ترسهای خودشون آگاه نیستن. یه مثال ساده، مثلا موقعی که بچه داره بازی میکنه، که یه بار من شاهد این بودم، یه خانمی با توی محیط آزاد بود، بچه داشت بازی میکرد و مثل که مادر بزرگش بود که باهاش بود، دائم به این بچه میگفت که امریکایی هم نبودن، مال یه جا دیگه بودن. دائم این مادر بزرگ به این بچه میگفت مثلا این کارو نکن میخوری زمین، این کارو نکن پات میشکنه، این کارو نکن نمیدونم فلان میشه. یه بهش میگفت که یعنی یه بلایی سرت میاد. حالا تو این سیناریو مثلا مادر بزرگ فکر میکنه داره به نفع بچه انجام میده و فکر میکنه داره بچه رو حفاظت میده، ولی بالواقع کاری که اینجا داره انجام میشه انتقال ترس های خودش به اون بچه هست. و بعد خیلی آگاه باشید حرفایی که شما میزنید، مخصوصا به کودکان یا کلن به هر کسی، ولی مخصوصا به کودکان، اینا تو ناخودآگاهشون تأثیر میگذاره و بعد اینها میشه پروگرامای ذهنیشون، اینا میشه ساخته های سازنده پروگرام هایی که زندگیش رو شکل میده. باید به بیان خودمون خیلی آگاه باشیم.
و تو همون مدت تقریبا نیم ساعت که من این خانمو داشتم نظارت میکردم، چندین مدل ترس به این بچه انتقال داد که من اصلا بر خودم خیلی کنترل میکردم نرم یه چیزی بگم. یعنی خیلی دلم میخواست برم با خانم بگم تو داری چی کار میکنی با این بچه، مثلا تو نگهدارش هستی، محافظش هستی، ولی خیلی خودم باید کنترل میکردم بلند نشم چیزی نگم، چون اینا از نادانیه. حالا قسمت این قضیه حس کنترله، چون میخواد اون بچه رو کنترل کنه و این یه روشی که خیلی از افراد، مادر پدرها و کلن سیستم اجتماعی، یعنی شروع میشه از مادر پدرها با فرزنداشون و این به هر درجه حضور داره، تو محیط کارت، با رئیست، تو خانواده، تو اجتماع، تو شهرت و حتی در لول گورنمنت، در لول دولت، که مثلا از همین سیستم استفاده میکنن که ترس ایجاد کنن برای کنترل و برای نفوذ. مثل همین تو خود امریکا، یعنی نه فقط هم تو ایران، تو خود امریکا از این سیستم استفاده میشه. یعنی شروع میشه از اون مهره یک نفره توی خانواده و در هر طبقات اجتماعی این سیستم دیده میشه که با انتقال ترس یا میخوان کنترل کنن یا اینکه ترسهای خودشون رو دارن انتقال میدن. حالا تو این مثالی که براتون زدم با این خانم و فرزندش، هر دو، هم این که داره میخواد بچه رو کنترل کنه که یعنی اگه تو به حرف من گوش ندی بلاهایی سرت میاد، که این حتی تو امور مذهبی هم از این سیستم استفاده میشه، تو امور سیاسی مذهبی از این سیستم استفاده میشه که اگه اون کاری که من میگم انجام ندی بلاهایی سرت میاد، و از کودکی شروع میشه. چی میخوای جوجو؟ برو بشین دیگه. چی میخوای؟ بیا بغل دوباره. بیا بیا دیگه. جوجو اینجا وایساده، توجه میخواد. من کار دارم بچه. اوکی بیا دیگه وایسا، بشین اینجا قشنگ آروم. خوب آرام بشه. و این در این مثالی که زدم، سیستم هدف هم کنترل هست، هم اینکه ترسای خودش رو داره انتقال میده به این بچه. ترس خودش چیه؟ ترسش از دست دادن، از دست دادن بچه، یا از، یا اینکه مثلا اگه بچه آسیب ببینه چیکار کنه. یعنی دو جانب است، هم میخواد با ترس بچه رو کنترل کنه که به حرفش گوش بده، هم ترس های خودش رو داره انتقال میده. حالا اگر به خودتون توجه بدید، یعنی به افکارتون، به گفتارتون، به احساساتتون آگاه باشید، متوجه میشید که این انتقال ترس به روش های مختلف اتفاق میفته. در خیلی از صحبت ها، در خیلی از روابط، حتی در سیستم آموزشی. مثلا من خودم در موقعی که دارم به شاگردام آموزش میدم، خیلی خیلی حواسم جمعه که ترس بهشون ندم. حتی اگر لازمه یه چیزایی براشون توضیح بدم، که یه چیزایی که باید بهش آگاه باشن، همیشه این حس رو میخوام داشته باشن، چون حقیقت مطلب این هست که ما بسیار بسیار قدرتمندیم. این حقیقت هویت ماست. و اگر کسی به تو بگه که برخلافش بگه، اشتباه گفته، کاذب گفته، باور اشتباهه. حقیقت مطلب اینه که ما در حقیقت، در هویتی که هستیم، بسیار بسیار قدرتمندیم. و من حتی در بیان خودم، در توضیحات خودم خیلی حواسم جمعه که حتی در توضیحاتم طوری بیان کنم که ترس ایجاد نشه و با وجود یه سری چیزایی که مثلا باید با ترساشون روبرو بشن و بعد یه سری ترسا رو رفع کنن، بعد به یه سری چیزا آگاه باشن، همزمان
این آگاهی رو بهشون میدم که قدرتمند هستن، در هر حالتی قدرتمند هستن و این بسیار بسیار لازمه در اجتماع ما و در تربیت کودکانمون و در صحبتامون. باید حواسمون به صحبتامون و افکارمون باشه، چون این برات کارما ایجاد میکنه. تو اگر ضعف در دیگران، به هر دلیلی ضعف در دیگران ایجاد کنی، این کارما داره. چون کارما چیه؟ کارما یعنی برگشت انرژی خودت به خودت. هر کاری که بکنی، چون بعضی مثلا از من میپرسن فلان کار کارما داره یا نه، حالا وقتی که این سوال میکنن، سوال اصلیشون اینه که آیا برگشت این کار به نفع منه یا نه. مثلا چون همه چیز کارما داره بالواقع، فقط تفاوتش اینه که اگه کار خوب میکنی برگشتش چیز خوب خواهد بود، اگه کار بد بکنی برگشتش به تو چیز بد خواهد بود. نگرنه همه چیز انعکاس داره. کلماتی که بیان میکنی، افکاری که فکر میکنی، کردارت، رفتارت، هر چیزی که تو انجام بدی یک انرژی داره تولید میکنه. مثلا تو اگه یه درخت رو ببری، تو داری یه انرژی تولید میکنی، داری در محیطت یه تأثیر ایجاد میکنی. حالا اینکه کارماش چگونه باشه، یعنی برگشت انرژیش چگونه باشه، دیگه بستگی به اون انرژی که ایجاد کردی و تأثیراتی که ایجاد کردی. مثلا شما یه میخ به دیوار میکوبی، آیا این کارما داره؟ خب بنا به واقعیت قانون کارما بله، همه چیز انعکاس داره، همه چیز برگشت انرژی داره. فقط بعضی از برگشت ها، مثلا تو حالا در اتاقت هم ببندی، آیا این کارما داره؟ خب به نوعی بله، ولی این به این معنی نیست که کار بدی کردی. چون خیلی ها فکرشون نسبت به کارما اینه که فقط وقتی کار بدی داری میکنی این یعنی کارما، ولی اینطور نیست. معنی واقعی کارما برگشت انرژی خودت به خودته. همین، هر انرژی و تأثیراتی تو محیط ایجاد کنی به تو برمیگرده، این یعنی کارما. حالا برگشت این انرژی دو حالته که یا به تو حس خوب میده یا نمیده. که اون قسمتش که حس خوب به تو میده، یعنی به تو برکت میده، سلامتی میده، حس خوب میده، بهش میگیم virtue. اون قسمتش که برات شرط خوبی فراهم نمیکنه، بهش میگیم بدهی کارما. ولی به واقع هر چیزی، هر فکری، هر کلامی، هر رفتاری انرژی داره تولید میکنه و تأثیرات تو محیط میذاری که اون به تو برمیگرده. مثلا توپ هم بزنی به دیوار، توپ به تو برمیگرده. کارما اگه توپ بزنی، مثلا اگه بگه خب مگه این توپ مثلا تنیس رو بزنم به دیوار کارما داره؟ بله. کارماش چیه؟ کارماش اینه که اون توپ به همون شتابی که به دیوار بزنی، با همون شتاب به تو برمیگرده. اگه توپ آهسته بزنی آهسته برمیگرده، اگه توپ محکم بزنی محکم برمیگرده. کارماش برگشت اون انرژی، برگشت اون توپ به توه، توپ به تو هست. پس هر چیزی بالواقع کارما داره، فقط اینه که برگشتش بنا به اون انرژی که تولید کردی. حالا وقتی که شما ترس یا ضعف در دیگران هم ایجاد میکنید، خب شما داری یه تأثیری تو محیطت میذاری، داری یه انرژی ایجاد میکنی و انتقال میدی و هر انتقالی برگشت به تو داره، به تو بر میگرده. پس به نوعی بله کارما داره. مثلا اگه ترس در دیگران ایجاد کنی، همونو تجربه میکنی که دیگران در تو ترس ایجاد میکنن. اگه حس شادی در دیگران ایجاد کنی، این باز میشه که برگشتش اینه که دیگران هم در تو حس شادی ایجاد میکنن. بعد خیلی حواسمون به افکار، گفتار و کردارمون باشه. و بالواقع همه چیز از ذهن شروع میشه. اگه ذهن، حواست به ذهنت باشه، کلام و رفتارت هم درست میشه. اصل مطلب ذهنته. حالا در این مسیر لازمه که شما به خودت آگاه باشی و به ترسهای خودت آگاه باشی. چون خیلی ها نمیخوان به ترسهای خودشون اعتراف کنن. مثلا اگر که حالا بعضی اوقات هدف مثلا حفاظت هست، ولی همزمان دارن ترس کنترل میکنن. یه چیز ساده مثلا، مثل که من خیلی بچه بودم خیلی زیاد میشنیدم، مثل این که
خب مثلا ژاکت بپوش سرما نخوری. خب این هم یه پروگرام منفیه، هم داری به بچه میگی اگه اون کاری که من میگم انجام ندی به سلامتی ضرر میزنه و عواقبی برات داره. اینجا هم داری پروگرام منفی به بچه میدی، هم داری یه ترسی بهش میدی. مثلا الان من خیلی میبینم تو بزرگسالی میگن آ من یه باد به هم بخوره اینجور میشم اینجور میشم، در صورتی که این همش از ذهنه، باورهای کاذبیه که بهشون داده شده و ناخودآگاهشون داره روش عمل میکنه. و من خودم در بیانم محتاطم و مثلا اگه بخوام به کسی بگم، به بچه بگم مثلا بیرون هوا سرد ژاکت بپوش، میگم ژاکت بپوش که گرم بمونی، پروگرام منفی بهش نمیدم. عواقب بد براش ردیف نمی کنم، فقط میگم ژاکت بپوش که گرم بمونی، سردت نشه. همین. حالا این در این انتقال ترس اگه بهش توجه بدید بیشتر متوجهش میشید، هم به بیان دیگران هم به بیان خودت دقت بکنید، متوجهش میشید که چه زمانی افراد یا خودت داری ترس انتقال میدید. این حتی در امور معنوی هم این پیش میاد، مثلا در افرادی که دارن آموزش میدن، در خیلی طبقات دیگه، حتی مثلا تو سیستم پزشکی این خیلی اتفاق میفته که بعضیا فوبیای جرم پیدا میکنن از بس حرف از باکتری و نمیدونم اینجور چیزا میشه. یا مثلا مثلا اینا که دورانه پزشکی میخونن همش یاد میگیرن راجع به بیماری های مختلف و اینقدر توجه به این چیزا داده میشه تو دوران پزشکی، تحصیلات پزشکیشون، بعضی خود این دانش آموزا یه سری علائمی پیدا میکنن. یه اسمی هم این داره، اسمش حالا یادم نیست، اینکه با علائمی که پیدا میکنن در اثر آموزشی که دریافت میکنن، این سیمتم یه اسمی داره، حالا اسمش یادم نیست، که به خاطری که هی به این بیماری ها توجه میکنن اینا رو ذهنشون تاثیر میذاره و بعد یا بعد از این مدت میبینه که من اینجا میجوریه، من اونجا میجوریه، علامی پیدا میکنن. و بیشتر به خاطر اون توضیحات و که مثلا اگه اینجوری بشه اینجور، مثلا اگه یک قلبش اینطور بشه اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه، و چون خیلی یقین به دانش و به سیستمشون هم دارن، خیلی باور میکنن این چیزها رو، بعد روشون میتونه تاثیر داشته باشه. یعنی خیلی من حتی به دکتر خودم، به پزشک خودم قبلا پیش آمده که اشاره کردم که پروگرام منفی به من نده. یه بار پیش آمده که من این کار کردم، دکترم یه مقدار خوشبیان نبود و من بهش تذکر دادم، گفتم لطفا پروگرام منفی به من نده. البته هدفم بیادبی نبود. یه کمی از قهوه‌ام پرید گلوم. هدفم بیادبی نبود، مؤدبانه گفتم، ولی هدفم این بود که رعایت بکنه حتی با مراجعین بعدیش، نه فقط برای من. حالا این اتفاق تو امور معنوی هم میفته، تو آموزش های معنوی. اول اینکه اگه دارید آموزش های معنوی از کسی دریافت میکنید، بسیار 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 هرچی بگم کم گفتم، مهمه که هوشیار باشید، شیشتونگ حواستون جمع باشه از کی داری اطلاعات دریافت میکنید، چون در درجه اول ممکن اطلاعات کاذب باشن، اشتباه باشن یا ناقص باشن. این خیلی مهمه که از کی داری درمان دریافت میکنی، از کی داری اطلاعات دریافت میکنی، با کی داری مراقبه میکنی، با کی داری ارتباط برقرار میکنی. اینا خیلی مهمه در هر امور، ولی بالخصوص در امور معنوی، با معلمای نوریتون، با روح بزرگتون درخواست آگاهی و مشورت بکنید. نمیخوای راهی رو در پیش بگیری که یهو چند سال بعد متوجه بشی که راهو اشتباه رفتی. باید احتیاط به خرج بدید، شیشتونگ حواست جمع باشه، هوشیار باشی، عاقل و هوشیار.
و از معلمای نوری و روح بزرگتون کمک بگیرید که آیا این شخصی که داره با من اطلاعات میده، درمان میده، در مسیر نور هست یا نه، به صلاح من هست یا نه، درخواست آگاهی بکنید. دوم اینکه اون شخصی که داره آموزش میده باید ترسهای خودش رو حل کرده باشه. در درجه اول باید ترسهای خودش رو حل کرده باشه. مثلا من توی پروسس، الان پروسس تقریبا میشه 35 سال حدودن که به خودم توجه دادم، خودم رو تغییراتی دادم، به ذهنم، به گفتارم توجه دادم، ترسام رو رها کردم. تو همون مراحل اولیه که تازه شروع کرده بودم به مراقبه کردن، این یکی از درس‌های من بود که اگر بترسم پیشرفتی نمی کنم. اینو تو همون اوالی که مراقبه می کردم من این درس رو فهمیدم، چون تو شروعی که می خواستم مراقبه بکنم، همین که می مدم تو حالت خلاص برم، یه ترسی منو می گرفت که مانع می شد که من تو اون حالت کامل عمیق برم. البته من مراقبم رو ادامه می دادم، یعنی ول نمی کردم مراقبم، ولی باعث می شد که به اون عمقش نرم. یه حالت توقف ایجاد می کرد. ولی خوشبختانه من به مراقبه کردنم ادامه دادم، یعنی اجازه ندادم این حالت مانع من بشه. ولی بعد از چند بار که این حالت تکرار شد، من یه بار پیش خودم فکر کردم خب من اینجا نشستم در امنیت کامل، هیچ خطری منو تهدید نمیکنه، من برای چی میترسم؟ و خب دانش آگاهی هم که الان دارم اون موقع نداشتم، ولی برام خیلی سوال بود که برای چی من میترسم؟ من اینجا یعنی این حس ترس از کجا میاد؟ من اینجا نشستم در امنیت کامل، هیچ خطری هم منو تهدید نمیکنه. و من کنجکاو ترسم شدم. حالا خیلیا اگه یه همچی چیزی تجربه بکنن، مراقبه رو دیگه انجام نمیدن، یعنی میبینن آه حس خوبی به من نمیده، دیگه مراقبه نمیکنن. من به ترسم کنجکاو شدم و تصمیم گرفتم دفعه دیگه که مراقبه میکنم، مثلا فردا که میشنم مراقبه میکنم، من به این ترسم توجه بدم، ببینم این از کجا میاد، چون من هیچ دلیلی براش نمیبینم. یعنی از ترسم نترسیدم، به ترسم کنجکاو شدم. و یه درس خیلی جالبه که برام بود، فردا که با این هدف نشستم مراقبه کنم که توجه به ترسم بدم، اون حالت دیگه پیش نیومد، خود به خود محو شد. و این یکی از درس های آگاهانه اولیه من بود که درس یه چیز بسیار کاذبیه، یه چیز تو خالیه. اگر هی بخوای ازش فرار کنی، داری بهش نیرو میدی، داری بزرگش میکنی. ولی اگر بهش کنجکاو بشی و بهش بخوای نگاه بکنی، مثل یه بادکنک محو میشه. بسیار یه چیز تو خالیه. و ترس بالواقع یعنی نداشتن دانش کافی. اگه میترسی، باید بپرسی که چه چیزیه که من نمیدونم که باعث ترس من شده. با آگاهی میتونین ترستو برطرف کنین. از ترس نترسید، چون یه چیز بسیار کاذبیه. حالا من با این تجربه اولیم این درسو گرفتم که چقدر جالب که چون من تصمیم گرفتم به این ترسم توجه بدم، اون حالت کاملا برطرف شد. اصلا لازم نبود کاری براش بکنم، فقط همین که تصمیم گرفتم بهش نگاه کنم، مسئله رو حل کرد. و ترس همین حالت رو داره، وقتی بهش نگاه بکنی نیروش از دست میره، چون بالواقع هیچ نیرویی نداره. نیرویی که بهش میدی خودت هستی که هی میخوای نبینی، هی میخوای هولش بدی عقب نبینی، خودتی که داری بهش نیرو میدی، هیچ نیرویی از خودش نداره. حالا در مسیر من اینو در همون اول متوجه شدم که یکی از لازمه های مسیر من، اگر میخوام آگاه بشم، اگر میخوام توانمندتر باشم، اگر میخوام رشد داشته باشم، باید ترسامو بذارم کنار. و حتی یه سیستمی که من به کار می بردم، چون در اون اوائل تکنیکایی که الان می دونم اون موقع بلد نبودم،
بهشون آگاه نبودم. من در یه گاهایی که مثلا میخواستم یه تمرینات و یه هدفهایی داشتم و ترس در من ایجاد میشد، من از ترسم استفاده میکردم به عنوان یک وسیله. یعنی به جای اینکه از ترسم بخوام بترسم، چون این حالت مثلا تو اون اوایل من خیلی دقت میکردم به احساساتم، به واکنشم، که چرا من این واکنش رو داشتم، چرا این اتفاق، این احساس، خیلی خودم رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادم و اینکه میخواستم خودم رو بفهمم، خودم رو درک بکنم، خودم رو بشناسم. و توی این وقتی خودت انگار داری میشه کافی و میخوای که خودت رو بشناسی، خب گاهی اوقات با یه ترس هایی روبرو میشیم. و من توی حالت هایی که احساس ترس میکردم، من اینو وسیله خودم کردم و اگه احساس ترس ایجاد میشد، میفهمیدم زدم به هدف. یعنی تازه میفهمیدم مسیرم این چیزی که الان، چون معمولا حس ترس ایجاد میشه وقتی داری خودت رو تجزیه تحلیل میکنی، چون نمیخوای یه چیزی رو ببینی، چون نمیخوای با یه چیزی روبرو بشی، یا نمیخوای یه چیزی رو ببینی، واکنشش یه حالت ترسه. برای همین من ترسم رو وسیله خودم کردم که اگر حس ترس ایجاد میشد، میفهمیدم زدم به هدف و توقف نمی کردم. متوجه می شدم اوکی، این یه چیزیه که من نمیخوام بهش نگاه کنم، نمیخوام باش روبرو بشم و این دقیقا همون چیزیه که من باید باش روبرو بشم تا رها بشه. مثل همون حالت ترسی که اون اول تو مراقبه ایجاد می شد، باید بهش نگاه کنم ببینم چیه، چرا، دلیلش چیه، تا برطرف بشه و رها بشه. یعنی حتی تو این مسیر ترسم و وسیله خودم کردم و این یکی از نکته های بسیار مهم در مسیر معنویه. باید ترس های خودت رو رها کنی قبل از اینکه بتونی آموزنده خوبی باشی برای دیگران. اولا اینکه باید آگاه باشی، اطلاعاتی درست از مسیر نور داشته باشی، ولی مهمتر باید ترس های خودت رو رها کنی تا بتونی موقعی که میخوای به دیگران آموزش بدی، ترس های خودت رو به دیگران انتقال ندی. این خیلی مهمه، چون نمیخوای در آموزشی که میدی کارماهایی برای خودت ایجاد بشه. وقتی داری به دیگران آموزش میدی، باید این حس بهشون داده بشه که این هدف من هست، یعنی حواسم به این هست که توانمند هستند و خودکفا هستند. یعنی همه شما توانمند خودکفا هستید. من بالواقع دارم یه سری چیزها رو به شما یادآوری میکنم، یه سری چیزهایی که فراموش شده در تناسخهای خیلی زیاد که داشتید، یه سری مطالب رو فراموش کردی، ولی بالواقع مثلا روح بزرگ شما به این مطالب آگاهه، حتی روح درونت ممکنه به این مطالب آگاه باشه و اینا بالواقع یه یادآوری مطالبیه که فراموش شده. و در حقیقت همه ما توانمند و خودکفا هستیم، احتیاج به هیچ کس نداریم، فقط گاهی اوقات احتیاج به یادآوری های مثبت داریم، مثل که من الان دارم به شما یادآوری های مثبت میکنم که به شما یادآوری بشه که راه درست چیست و روش درست رو در پیش بگیرید. ولی در هویت اصلی، در باطن که از جنس خالق هستید، همه ما توانمند و خودکفا هستیم، فقط یه سری باورهای کاذب به خود گرفتیم. حالا در امور معنوی، این مخصوصا اگر داری آموزش میدی یا میخوای آموزش بدی، این خیلی مهمه که ترس های خودت رو حل کرده باشی که به دیگران انتقال ندی. که مثلا خیلی هستن راجب چشم بصیرت که صحبت میکنن، ترس در مردم ایجاد میکنن که او خطرناکه فلان بیسار از این حرفا، ایجاد ترس در افراد هیچ وقت به نفع کسی نیست. و یکی از راه‌هایی که میتونید متوجه بشید اگر کسی واقعا در مسیر نور هست یا نه، یا اطلاعاتی که داره میده در مسیر نور هست یا نه، یا واقعا یه شخص آگاه هست یا نه،
اینه که اگر اون حسیه که در تو به وجود میاره، اگه ترس در تو ایجاد میکنه، اون شخص یا به اندازه کافی آگاه نیست، یا در مسیر نور نیست، یا اطلاعاتش صحیح نیست، یا یه چیزی تو این زمینه ها. یه کسی که آموزش اطلاعات معنوی رو صحیح و آگاهانه داره میده، ترس در دیگران ایجاد نمیکنه. حس توانمندی و خودکفایی ایجاد میکنه. حس عزیز بودن و دوست داشتنی بودن و جزئی از خالق بودن ایجاد میکنه. حس بد در کسی ایجاد نمیکنه. یعنی اون حسی که در شما ایجاد میشه میتونه یه نشونه ای باشه. البته باز باید از روح بزرگت و از معلمای نوریت هم درخواست آگاهی بکنیم که آگاه تر باشه، چون روح بزرگت و معلمای نوریت به همه چیز و همه کس آگاه هستن، درخواست آگاهی بکنیم. ولی اگر کسی مثلا چیزی به شما میگه که ترس در دل ایجاد میکنه، که شاید حتی گاهی اوقات از مسیر معنوی منصرفت بکنه، اون به نفع تو عمل نکرده. حالا هم باید حواستون باشه که این چه افرادی ترس در شما ایجاد میکنن، در هر زمینه ای، نه فقط هم در زمینه های معنوی، حتی در زمینه های شغلی. مثلا یه بچه میاد به مامان باباش میگه که آه من میخوام فضا نورد بشم. بعد مامان باباش میخوان بگن نه، مگه میشه؟ تو نمیتونی فضا نورد بشی. مثلا اگه فضا نورد بشی میری نمیدونم تو آسمون فلان میشه بسار میشه. خب اینا همونجا اون دیدگاه و آرزو و خواسته بچه رو له و لورده کردن. امید و آرزوش رو له و لورده کردن. ارتعاش بچه رو بردن پایین. ترس هم در دلش ایجاد کردن که این در مسیر موفقیت و شغلی و مادی اون بچه تأثیرات زیادی به خاطر همین جواب ایجاد میشه. گاهی اوقات اگه بچه ها یه چیزایی میگن که به دیدگاه شما حتی شاید خیلی امکان نباشه، بعد بگی خب ممکنه، چون اگه اون بچه داره حرفشو میزنه، حتی اگه بچه یه چیزی بگه که به نظر شما غیر ممکنه، مثلا شاید بچه بگه من میخوام بال در بیارم پرواز کنم، حتی اگه به نظر شما غیر ممکن میاد، شما بهش میگی که خب من نمیدونم، اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم، ولی خب ممکنه. یعنی حتی اگه اون بچه یه چیزی میگه که به دیدگاه شما غیر ممکنه، اون دیدگاه و امید و آرزوش رو لالورده نکنه. Stop it. آرزوش رو لالورده نکنید. یه پنجره امید برای اون بچه بذارید، حالا هرچی که میخواد بگه، و ترس های خودتون رو انتقال ندید. مثلا بچه شاید بگه که آه من میخوام برم راننده مثلا ماشین های مسابقی بشم که خیلی تون میرن. بعد یکی در جواب بگه آه بعد مثلا ماشینت فلان میشه، لالورده میشه، میمیری فلان بیزار. خب کلی ترس در اون بچه ایجاد کردی و با یه جواب هایی شما مسیر زندگی یک شخص رو میتونید تغییر بدید، مخصوصا در کودکان. حالا این مسیر میتونه، اگه بیانت مثبت باشه میتونه تاثیر مثبت باشه، اگه بیانت منفی باشه میتونه تاثیر منفی باشه. یه آقایی بود که یه سخنرانی میکرد، یه آقای ایرانی بودن در امریکا، یه کلیپشو فکر کنم یه جا دیده بودم، و ایشون سخنرانی میکرد و موقعی که داشت این سخنرانی انجام میداد، ایشون تایتل شغلشون رو دقیق یادم نیست، ولی شغلشون ساختن موتورهای انجن های هواپیما بود و داشت صحبت میکرد راجع به مسیر زندگیش که موقعی که ایشون بچه بوده، کودک بوده، در ایران، در یکی از دهات کوچک ایران که مثلا جمعیتش نمیدونم 1000 خورده 2000 نفر بیشتر نبوده، یه دهکده خیلی کوچک که میگفت حتی اکثر آدمای اینجا سواد نداشتن، تنها کسی که تو اون دهکده سواد داشته مادر ایشون بوده و تنها شغلی هم که در اون مزرعه موجود بوده کشاورزی و دامداری بوده، مثلا چوپان بشن یا کشاورز بشن. و میگفت به خاطری که فقیر بودن، حتی تو سن 5-6 سالگی بعد میرفت تو مزرعه و با مادر پدرش کار میکرد و میگفت اگه من کار نمیکردم شام نداشتم برای خوردن، یعنی شرایط اینقدر اینگونه بوده. و میگه یه روز که من داشتم تو مزرعه با مادرم کار میکردم،
یه هواپیما از بالا سر ما رد میشه. مادرم ناگهان میگه که تو باید از اینا درست کنی. نباید تو مزرعه کاری کنی، تو باید از یاد بگیری از اینا درست کنی، یعنی از این هواپیما. و مادرش با آنچنان قاطعیت این حرف رو میزنه که بچه این حرف رو به باور میگیره، یعنی واقعا باور میکنه که این باید یاد بگیره هواپیما بسازه. یعنی این جمله مادرش در اون لحظه در ناخودآگاهش و در دیدگاهش تاثیر میذاره و باور میکنه که من باید هواپیما بسازم. و بعد در مسیرش درسش رو میخونه، بعد میره به شهر، به تهران میره که بتونه بره مثلا دبیرستان و بعد مثلا در رشته مهندسی یا هر چی شرکت میکنه. بعد با پول کم و با تلاش زیاد سعی میکنه بیاد امریکا، که میگه اون موقعم که من اومدم امریکا تو یکی از ایالت های امریکا که یادم نیست کدوم ایالت بود، و با پول بسیار کم، مثلا میگه حدود مثلا من نمیدونم 150 دلار 100 دلار بیشتر پول تو جیبم نداشتم، اصلا نمیدونستم که خب حالا بعد کجا برم چیکار کنم، ولی افراد خوبی سر راهش قرار میگیرن که بهش کمک میکنن و این تحصیلاتش رو تموم میکنه که الان که داره صحبت میکنه میسازه، که میگفت حتی به مامانم که نشون دادم، مادرشون هنوز در حیات بودن خوشبختانه، که این رو به این واقعیت رو شاهد باشن. و جالب بود که میگفت وقتی که موتور این موتوری که روی بال هست رو به مامانم نشون دادم، مامانم گفت خب که هواپیما نیست. تو قرار بود هواپیما درست کنی. بعد میگفت خب مادر این اصل هواپیما همین موتورشه که بعد بلندش کنه. ولی مادرش چون کل هواپیما رو مثلا بهش نشون نداده بود، فقط اون قسمت موتور، مادرش میگه خب که خود اینکه کل هواپیما نیست که. حالا هدف صحبت این که ما میتونیم با بیان خودمون هم تأثیرات مثبتی در دیگران داشته باشیم، هم در خودمون، هم میتونیم مسیر موفقیت یه شخص باشیم یا مسیر شکست بعضی از افراد باشیم. بعد خیلی مراقب گفتار خودمون باشیم. گفتارمون رو خودمون تأثیر میگذاره. حس امیدی هم که به دیگران میدی هم برای دیگران منفعت داره هم برای خودت. مثلا چه لذت بزرگی که اون مادر این جمله مثبت رو گفت و این چنین تأثیر خوبی روی فرزندش گذاشت و الان موفقیت فرزندش رو میتونه ببینه، به خاطر که اون حرف مثبتی که زد بچه باور کرد، مسیرش رو مشخص کرد و با تلاش و پشتکاری به هدفش رسید. یعنی اینگونه ما میتونیم تأثیرپذیر باشیم در دیگران. باید حواسمون باشه ضعف ایجاد نکنیم، ترس ایجاد نکنیم. و حتی اگه میخوای مثلا حتی اگه یه مسیر آسان نباشه، من تو بیانم از کلمات مثل سخت و مشکل استفاده نمی کنم. مثلا میگم این کار ممکنه مورد داشته باشه یا ممکنه راحت نباشه. یعنی حتی اگه یه چیزی رو هم بخوام بگم یا حتی اگه یه کار درست کار نمیگم که او این کار خیلی بدیه فلان، میگم خب این کار به نفعت نیست، این کار به صلاحت نیست. یعنی در نوع بیانم و کلماتم خیلی دقت دارم و همه ما باید این رو به خودمون تمرین بدیم. و این دو روزه اتفاق نمیفته، این یه تمرین روزانه است. یعنی من همیشه از سالها پیش این تمرین رو به خودم دادم که حواسم به افکار کلمم باشه، هنوزم ادامه داره. یعنی یه تمرین ناتمام تا آخر عمرت، ولی خب به مرور زمان آسان‌تر میشه. باید حواست به تأثیراتی که در دیگران میگذاری باشه. این یه مسئولیته که مسئولیت خودته. تأثیراتی که در ناخودآگاه دیگران، در احساسات دیگران، در آینده دیگران میگذاری بسیار مهمه و بهت بر میگرده. هر چقدر باعث موفقیت دیگران بشی، دیگران هم باعث موفقیت تو میشن، بهت بر میگرده اون انرژی. یه داستان جالبی که یکی از عزیزان توی گروه، شاید حالا شما دیده باشید در گروه، چون من یه گروه برای شاگردان دارم، تو گروه شاگردان پست کرده بودن، راجب یک راننده ایرانی بود که در لهستان کامیونش خراب میشه و چند روزی اونجا گیر میکنه و یه عده بهش کمک، یه عده زیادی پول جمع میکنن و براش یه این قسمت
جلوی کامیون که خود ماشین هست که بار رو میبره پول جمع کرده بودن و براش یه نو خریده بودن، چون میدونی اینا هزینهاش کم نیست. که اصلا من واقعا چه داستان زیبایی، چون تو راه بارشو که خالی کرده بوده تو راه برگشت که میخواسته فکر کنم برگرده ایران، در لهستان موتورش خراب میشه و حدود یه هفته همونجا مونده بوده تو اون سرما بنده خدا، چون موتور ماشینش رو نمیتونه ول کنه و ماشینش کار زندگیشه و همونجا مونده. یه چند نفر از این خانواده لهستانی به خونهشون دعوتش میکنن که یه جای خواب و شام و نهار داشته باشه و تو اخبار اعلام میکنن و همه جمع پول جمع میکنن و براش یه اسمش نمیدونم چه، این قسمت جلوی ماشین که خود با قسمت بارشو میبره یه نو براش میخرن. و فکر کردم چه برگشت جالبی، این اتفاق سبب چه خیری شد برای این آقا که الان یک ماشین باربر جدید داره که خب به درآمدش، به آیندهش، به شغلش خیلی کمک میکنه. و چه عشق و اتحادی، و این اتفاق سرچشمه یک کار، یک خدمت بسیار خوبیه که خیلی سالهای پیش ایرانی ها به یه لهستانی میکنن، یه لهستانی که مشکلی پیدا میکنه و ایرانی ها همه دست به یکی میکنن که بهش کمک کنن، که یعنی این اون محبتی که به اون لهستانی کردن بدین گونه به این آقای ایرانی برگشت. چقدر زیبا، چه اتحاد زیبایی، چه عشق زیبایی، که عشق حد و مرز نداره. حالا مراقب گفتارمون باشیم، ترس به دیگران انتقال ندیم. من برمیگردم برای قسمت بعدی، لطفا حضور داشته باشید.